خب زندگی همسفران جیره مختصری است، مثل یک فنجان چای یا کنارش عشق است، قد یک حبه قند. زندگی را با عشق نوش جان باید کرد، کامتان شیرین باد. از ادب و احترام خدمت شما همیانان ارجمندم. اگه به خاطرتون باشه دفعه گذشته گفتگویی داشتیم با شخصیت صاحب نظر آقای دکتر اسماعیل نوریالا درباره شخصیت‌های برجسته، چهره‌های کلان در قلمرو ادب و فرهنگ، و رسیدیم به کی؟ به آقای محمود اعتمادزاده بهآذین، که واقعا یکی از چهره‌های شاخصه در قلمرو ترجمه و همینطور شعره تلاشمندی که خیلی از نویسندگان و خیلی از شاهکارهای ادبی جهان رو به ما معرفی کرده. دیدم که آقای دهباشی در تهران مطلب مفصلی دارن درباره محمود بهآذین که بسیار خواندنی بود، و خوشحالم که در اونجا به این موضوع توجه شده. و تشکرم از دکتر نوریالا که بالاخره گشاینده این باب بوده، این در بوده. آقای دکتر نوریالا درست بر شما. سلام میکنم حضور شما، همکار شما و بینندگان گرامی برنامه تون آیه نبودی. البسه نشون میده که لباس نشون میده که هوا خیلی سرد شده اونجا یا نه؟ نه زیادم سرد نیستش، این دو سه روزه هوای خیلی خوبی بوده. هوای خوب بوده او. شب میشه علل اصول اینجا خنکتر از جای دیگه هستش. بسیار. من از بیرون آمدم رفته بودم ورزش بکنم، خودم پوشونده بودم. روزی چند ساعت ورزش میکنید؟ یه دو ساعت؟ یه یک ساعت و خورده ای دیگه در حد ممکن و مقدور، اگه هوا خوب باشه دو چرخ سواری میکنیم، قدم میزنم. ولی امروز رفته بودم به شنا. آد شنا رفته بودید؟ بسیار عالی، بسیار عالی. خب ما میدارم یه سایه شما بلند. آقای دکتر نوریالا، دیدم که آقای دهباشی در تهران اصلا شماره مخصوص دادن برای محمود اعتمادزاده بهآذین. چقدر خوب، چقدر خوب. نمیدونم خوندید بخشهایی از این؟ خیر من ندیدم. ندیدید؟ هنوز ندیدید. خب به من بفرمایید که داشتیم صحبت میکنیم هفته گذشته راجع به بهآذین، رسیدیم به میانه کار. ما سراپا گوشیم. خواهش میکنم یه بار دیگه خیلی کوتاه و مختصر برای کسانی که تازه به ما پیوستن بفرمایید که بهآذین کی بود. بعد عرض میکردم که بهآذین زبان فرانسه رو میدونستش، افسر نیروی دریایی بود، در جنگ عرض کنم که دوم یک دست خودش رو از دست داده بود، و عرض کنم که بیشتر زندگیش از راه ترجمه میگذشت، یکی از مترجمین بزرگ تاریخ ما هستش. و عرض کنم که خب تمایلات شدید عرض کنم که سوسیالیستی داشت، نمیگم کمونیستی، برای اینکه واقعا نمیدونم که آیا بین این دوتا او تفکیکی قائل میشد یا نه، ولی به هر حال به خودشون میگفتن سوسیالیسم علمی، چون در ایران لفظ کمونیسم قدغن بود، همه می نوشتن، به خصوص تو مجله فردوسی همه این رعایت رو میکردن که مثلا میگفتن که عرض کنم که بنیانگذار سوسیالیسم علمی یعنی کارل مارکس، ولی عرض کنم حضورتون که بعد در آغاز دهه چهل که گشایشی در کار به حال از اون بگیر و به بندهای بعد از 28 مرداد 32 اونم توقیف عرض کنم که افسران توده‌ای و تیربارانشون و نمیدونم زندانی شدن توده‌ای ها گذشت و دسته بزرگیشون توبه نامه نوشتن و آمدن بیرون، رفته رفته محافل عرض کنم که فرهنگی ادبی تشکیل شدش که چندین شاخه بود. من در همون موقع یک مجموعه مقالاتی نوشتم به نام خانواده های اهل ادب، و در اون توضیح میدادم که کی با کیه و در چه جایی کار میکنن. معمولا هم یک کتاب خونه و یک نشریه در واقع پایگاهشون بود. که بعد آقای بهآذین عرض کنم که رفت به کتاب هفته، کیهان هفته‌ای که شده بود کتاب هفته، و احمد شاملو از سردبیریش رفته بود و ایشون سردبیری رو به عهده گرفت، و در اونجا من با ایشون آشنا شدم و به دعوت ایشون
کارهای مختلفی رو ترجمه میکردم و ایشون هم منتشر میکرد. و عرض کنم که بعدن هم که از کتاب هفته رفت و در انجمن فرهنگی روابط فرهنگی ایران و شوروی سردبیر مجله اون انجمن شد که پیام نوین نام داشت و از اون به بعد من دیگه همکاری باهاش نداشتم. و ولی از طریق نادر ابراهیمی که با ایشون رفت آمد داشت میدیدم ایشون. و هنگامی که کانون نویسندگان قرار شد تشکیل بشه در اونجا دو مرتبه عرض کنم که پیوند ما کلید خورد و ایشون با توجه به این که من میتونستم کارهای اجرایی رو بهتر از بقیه انجام بدم، اساسنامه بنویسم و غیره، خیلی با من نزدیک شد و اعتماد کردش. داشتم این رو عرض میکردم در پایان برنامه هفته قبل که در اون موقع فضا هنوز فضای متسلبه عرض کنم که سنگ شده ای از لحاظ سیاسی نبود و همه مشغول عرض کنم که فعالیت های خودشون بودند و تا آنجایی که مخالفت صریح با شخص پادشاه نمی کردند تقریبا نوعی آزادی برقرار بود. اما اگه کسی میخواست کار چریکی بکنه، نمیدونم میخواد براندازی بکنه، البته اون مقوله دیگری بود که اثرات خودش رو در جامعه داشت. کی سر در آمریکا کی سر کار بود؟ رئیس جمهور آمریکا در چه دوره از ریاست جمهوری آمریکا؟ در دوره کی؟ دهه 40 با ریاست جمهوری پرزیدنت کندی شد. کندی بود. کندی. و در واقع روی فشار پرزیدنت کندی بود که آنچه در ایران به عنوان انقلاب سفید و انقلاب ششم بهمن پیش آمد انجام شد. و اما با ترور پرزیدنت کندی مسئله عوض شد، به خصوص پس از انتخاباتی که نیکسون رو به قدرت رسوند. عرض کنم که تصمیم دولت امریکا این شد که به جای فشار آوردن روی دستگاه برای آزادسازی فضا، بیایند اختیارات کامل بدهند و ایران رو تبدیل بکنند به آنچه که اون روز بهش میگفتن ژاندارم منطقه. اما تا این قضیه صورت بگیره تقریبا دهه 40 به پایان خودش میرسید که دیگه ما مواجه شدیم عرض کنم که با جشن‌های نمیدونم 50 ساله و جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی و بعد حزب رستاخیز و همینطور فضا بسته‌تر و بسته‌تر شد. اما در سال 1347 که سال پر تلاش کانون نویسندگان بود و بهازین هم همراه با دیگرون در شورای دبیران شرکت داشت، از لحاظ تساهل فضا داشتم این رو عرض میکردم که کانون نویسندگان تصمیم گرفتش که به مناسبت دیماه و سالگرد مرگ نیمایوشیج یک شب نیمایوشیج برگزار بکنه و برای نشون دادن اینکه تا چه حد تونسته نخبگان ادبی و فرهنگی ما رو به خودش جذب بکنه یه شب باشکوهی رو برقرار بکنه که باز این هم از طریق همون روابط توده‌ای انجام شد. یعنی اینکه آقای سیاوش کسرایی به من گفتش که بیا بریم به دیدار آقای میر فندرسکی که ایشون رئیس دانشکده و رهای زیبا بود و عرض کنم که از ایشون اجازه گرفتیم که تالار بزرگ عرض کنم به دانشکده و رهای زیبا رو به این کار اختصاص بدیم. و تقریبا دیگه من تمام تلاشم رو کردم که حتی چهرهای مشهور شهرستان ها رو بکشونم به این مراسم. یعنی تقریبا کسی نبود که سرش به تنش بیارزه از لحاظ ادبی فرهنگی و اون شب اونجا نباشه. و در این حال رادیو تلویزیون هم یک تیم فیلم برداری فرستاد و از تمام اون شب فیلم برداری کرد. و من عرضم این بود که بعد از این که من آمدم به انگلستان و برای کار تابستونا می رفتم تهران که خرج تحصیلم رو تامین بکنم، یک بار به من پیشنهاد شد که چند تا فیلم راجع به هنرهای ایران تهیه بکنم که به زبان انگلیسی باشه و با بی بی سی مبادله برنامه‌ای بکنیم. و من برای اینکه فیلم برداری نکنم پیشنهاد کردم که از فیلم‌های موجود آرشیو در تلویزیون استفاده کنم. موافقت شد و من پام باز شد به آرشیو و در اونجا می دیدم که چه
گنجینه ای از آثار مستند در مورد فرهنگ و هنر ایران وجود داره و در این حال برخوردم به حلقه های فیلم اون شب عرض کنم که نمایشی در بعد از انقلاب من این شب اون شب نمایشیش که همه چیز به خوبی خوشی گذاشت، یعنی حالت ضدیت با دستگاه رو که نداشت به هیچ وجه، نه بسیار شب خوبی بود، شب خوبی بوده بسیار عالی. خب با اون فیلم ها چه کردی که توی فیلم میخوام بگم که من دیدم که این فیلم ها اونجا حضور داره، حتی گذاشتیم روی موویلا و تماشاش هم کردم، تمام اون شب اونجا بود و عرض کنم که ولی بعد از انقلاب من دیگه نمیدونم چه بلایی سر اونها آمد، به خاطر اینکه تنها بخشی از اون فیلم ها رو که در این 30 سال نشون دادند اون بخشیه که جلال آل احمد عرض کنم که سخنرانی پایانی اون شب رو میکنه، اون تنها تیکه یه که دیده شده، بقیهش رو من نمیدونم از بین بردن یا هست و نمایش نمیدن، ولی به هر حال یادگار بسیار مهمی بودش اگر که باقی میموند. شما در اون فیلم هایی که قرار بود مبادله بشه با بی بی سی از این نخیر استفاده نکردید؟ نه برای اون راجبه هنر و فرهنگی بودش، من راجبه مثلا معماری ایران، موسیقی ایران، منبتکاری ایران، 14 تا فیلم بود که هر کدومش به یک کدوم، یا باغهای ایرانی، نقاشی قهوه خانه ای، هر کدومش به یک کدوم از اینها مربوط میشد. خب یه سال دیگه برام مونده که خیلی برای من جالبه که فکر کنید ما در دوره جنگ سردیم، در دوره که حالا کندی آمده سر کار، بین روسیه و ایالات متحده آمریکا هم درگیری های رخ داده، سیاست خارجی به هم شاخ به شاخ شدن، در ایران یک مجله به زبان فارسی در سفارت روسیه تهیه میشه که سردبیرش یکی از اتباع ایرانه و یکی از نویسندگان برجسته به نام آقای محمود اعتمادزاده و شماری از نویسندگان و شاعرای برجسته ما با این نشریه همکاری دارن، دفترش هم در سفارت خونه روسیه است. این خیلی برای من شگفت انگیزه. البته دفترش در سفارت خونه نبود. نبود؟ کجا بود؟ دفترش تو خیابون وصال شیرازی بود. که اونجا رو بهش میگفتن خانه وکس قبلا. عجب. و حتی اون کنگره اول نویسندگان ایران که به همت عرض کنم که ملک و شعرهای بهار و صادق هدایت و اینها انجام شد هم در همین خانه وکس برگزار شد. جالب. هم خودش برای خودش شکایتی داشتش. بله جاله اصفهانی توش بود، خانم دکتر فاطمه سیاه، بله آقای پرویز بله ناتل خانلری، دکتر ناتل خان، یکی از مهمترین ها بوده به نظرم، یکی از مهمترین گنگره های ادبی. خیلی جالبه، یعنی فکر نمی کنم دیگه در جای دیگه همچی اتفاق تکرار شده باشه، مگه در کشور کمونیستی داریم همچی؟ ببینم دستگاه هیچ مخالفتی نداشت با این نشریه؟ با نشریه پیام نه مرتب منتشر میشه. حتی مثلا مقولات نظری درباره مارکسیسم لنینیسم اینا هم توش بود یا نه؟ یا به خاطر سنت اگرم بود میدونید بیشتر جنبه فرهنگی داشت تا جنبه سیاسی. آها. مثلا شما فکر کنید افکار مثلا تئوریسین های ادبی مثل لونا چارسکی و غیره هم در اونجا بحث میشد، هم مجله دیگری که در واقع متعلق به نیروی سومی ها بود یعنی آرش که عرض کنم که آقای نراقی صاحبش بود، یه مدتی سیروس ساتاواز سردبیریشو میکرد و بعد افتاد دست اسلام کاظمیه و اسلام کاظمیه خب جزو دار و دسته نیروی سومی ها بود که اونها هم سوسیالیست بودن ولی به کمونیسم اعتقاد نداشتن و عرض کنم که اونم آزادانه مطالبش پخش بود. من خودم راجع به عرض کنم که نظریه های ادبی تئوریسین های روسیه مطلب اونجا چند بار نوشتم. مثلا این مجله پیام رو که منتشر میشد توسط آقای بهازی، اعضای هیئت تحریریه که بهش همکاری میکردن همه کسانی بودن که به چپ گرایش داشتن یا نه از طیف های مختلف در این نشریه مطلب مینوشتن؟ یعنی یه تیم بودن، یه تیم سیاسی مشخص، یا اینکه نه آزاد بود همه میتونن؟ مثلا خب شما نگاه بکنید یکی از نویسندگان ثابتش نادر ابراهیمی بود، به نادر ابراهیمی خیلی وصله ها چسبوندن ولی هیچ که تا حالا نگفته که این
کمونیست بوده یا پروشوروی بوده. بیشتر ملیگرا بود. ملیگرا بود و از این اواخر مذهبی شد ولی ملیگرا بود. بعد از انقلاب البته مذهبی بله. شد. درسته کاملا کاملا درسته. جالبه از ابراهیمی چی چاپ شد در اون نشریه؟ الان یادم نیستش ولی میدونم که قصه هاش اونجا چاپ میشه. قصه چاپ میشه. خیلی جالب. این بخش به نظرم خیلی مهم. خیلی. یعنی یه نوع آزادی که در برابرش میشه علامات سوال بزرگ گذاشت. خب میفرمایید. به نظر من اساسا رسانه در ایران دست چپ ها بود. درست. کسی به نشریات دسترسی ها توجهی نمی کرد. درست. نه خریداریش نه داشت نه چیزی. حتی وقتی که مثلا مجله تماشا رو خواستن در بیارن هم باز میبینید که بسیاری از چهرهای چپگرایی که دیگه گذاشته بودن کنار مثلا فعالیت سیاسی رو درست. اونجا مطلب می نوشتن. یا خود مجله فردوسی. بله. مجله فردوسی هم عرض کنم که به ها پایگاه چپ ها بود. درست. درسته که مثلا آقای عباس پهلوان نه به اندازه امروز اما اون روز به هر حال تمایلش این بودش که به من یادم در تشکیل کانون نویسندگان یکی از اختلافاتی که پیش آمد که به عباس پهلوان پاش وایساد این بودش که ما در کانون نویسندگان علیه سانسور مبارزه میکنیم نه علیه دستگاه سیاسی و ما برانداز نیستیم ما قانون اساسی مشروطیت رو قبول داریم. اینا همه به اصرار عباس پهلوان بود که گنجانده شد در هم مرامنامه هم در اساسنامه کانون نویسندگان. اما در مجموع که نگاه بکنید من همین دو ماه پیش که رفته بودم برای سخنرانی به دعوت آقای مقصودلو به نیویورک دیدم که ایشون تقریبا تمام مجلات اون دوره رو کامل تو کتابخونه‌اش داره، به طوری که من 3-4 روز رفتم توی زیرزمینی که این کتابخونه‌شو داره نشستم و این مجلات رو ورق می‌زدم، 2 مرتبه ذهن خودم رو به قول فرنگی‌ها ریفرش کردم و وقتی که نگاه می‌کردم می‌دیدم که تمام نویسنده‌ها چپ می‌زنند. اصلا اون تو یه سری مقاله‌ای بودش که وزارت اطلاعات در برابر عرض کنم که می‌داد به مطبوعات چاپ بکنن و در برابرش هم پول کاغذ و کاغذ کم بها و این حرفا رو به مطبوعات میداد. اما خود مطبوعات یه طوری این چند صفحه‌ای رو که وزارت اطلاعات بهشون میداد که در وصف مثلا انقلاب سفید بود یا شاهنشاه بود یا تاجگذاری یا جشنهای دیگه اینا رو طوری صفحه بندی میکردن که کاملا این 3-4 صفحه با بقیه صفحات مجله فرق داشت. و این رو من توی همین 2 ماه پیش هرچی ورق میزیدم میدن واقعا این گونه هستش. و به نظر من جولانگاه چپها بود اون ماجرا. شما کانون پرورش فکری کودکان رو نگاه بکنید. دقیقا درست. خب منم آقای چیونگن ماهیسی های کوچولو رو با تیراژ وسیع همین کانون کودکان و جوانان بود که توش وقت کیا بودن، همه آدمایی بودن که تمایلات چپی داشتن، از نیم آزاد نمیدونم دیگرانی که حالا خود شیروانلو که معاون خانم ارجمند بود و تمام اون دستگاه زیر نظر او بود. یه مارکسیسته. بله میگم یه مارکسیست برجسته. یه مارکسیست چند تا کتاب مارکسیستی رو در حوزه ادبیات ترجمه کرد، در این حال در توطئه ترور سال 44 بود، اون کی بودش، فروردین دربار هم شرکت داشت با نیکخواه و این حرفا، همه رفتن زندان ولی وقتی که عرض کنم که اظهار پشیمانی کردن آمدن بیرون رسیدن به مقامات بالایی. و شیرواندو در کانون پرورش فکری به شدت به نوشته ها ادبیات و تفکرات چپی میدان میداد به نظر من. کامل درست. اونجا هم شما هر کدوم که نگاه بکنید میبینید یک تاچ یا یک مزه چپ توی همه آثار منتشر شده بین اونها. یا مثلا احمدرضا احمدی که مسئول انتشار صفحات شعرخوانی بود، خب شما نگاه کنید صفحاتی رو که اون منتشر کرده، صدای شاملوست، صدای نمیدونم ابتهاج
اکثر انتخاب‌ها انتخاب‌های چپی هستش دیگه. یا شاملو مثلا شعرهای نیمایوشیج رو رفته خونده و اون شعرهای رو انتخاب کرده که اتفاقا دارای وجهه چپ بودن. بنابراین آقای دکتر نوری‌الله میشه گفت واقعا حالا در ایران یه نظام یگانه بر کار بوده که اول مخالف‌ها رو تحمل میکرد، مثلا کسانی که در کار فکری بودن، یعنی کار خلاقه میکردن، میخواستن منتشر بکنن، تقریبا راه براشون باز بوده، محضوری برای کسی نبوده، محضوری در میگم در حد زندان. و این الان وقتی مقایسه میکنیم با اوضاع این روزگار در خیلی از کشورهای دنیا، چون روز به روز در دوباره از شمار دموکراسی ها داره کم میشه به جای که اضافه بشه، میبینیم که خیلی فاصله وجود داره. یعنی و حیف کاشون فضا حفظ شده بود، کمال پیدا میکرد، امروز دیگه ما از یه آزادی مطلق برخوردار بودیم. میشه گفت دیگه، چون همه مخالفانش ها داشتن کار فکری میکردن، آثارشون رو چاپ میکردن. همینطوره به نظر من، حتی اونایی که گیر میفتادن هم در واقع بنابر نرم عمل نمیکرد. من یه نمونه خدمتون بگم، آقای فریدون تونیکابونی که طنزنویس بود و عرض کنم توده‌ای هم بود و یعنی بعداً معلوم شد توده‌ایه، اما قبلاً جزو مرده آقای بهازین بود. بله. و با بهازین رفت و برخاست میکرد و در کانون نویسندگان هم صندوقدار کانون نویسندگان بود. ایشون یه کتابی نوشت به نام اینم چی شهر شلوغ، الان اسمش یادم نمیاد، و مجموعه قصه هاش بود. بعد حالا این قصه هایی که شما میخوندید، مثلا نویسنده نوشته بود امروز در روز مثلا نکبت و دلگیر چهار اردیبهشت از خواب بیدار شدم، مثلا رفتم سر کار. این کتابی بودش که رفت به اداره سانسور و اجازه انتشارم گرفت. بعد آقای تونیکابونی آمد یه ورقه تصحیح نامه گذاشت لای این کتاب. اونجا که می رفتید نوشته بود لطفاً این غلط ها را تصحیح فرمایید، چهارم اردیبهشت رو بکنید 28 مرداد. به این دلیل آمدن گرفتنش بردنش زندان. خیلی جالبه، خیلی جالبه، خیلی جالبه. وقتی عباس پهلوان در واقع در کانون نویسندگان این پیشنهاد رو داد و روی مسئله سانسور تاکید کرد و ما برانداز نیستیم، ما مخالف قانون اساسی نیستیم، آل احمد چی گفت؟ آل احمد اتفاقا در برخورد با آل احمد این حرفا رو زد. عجب. و آل احمد بلا فاصله گفتش که دستاشو برد بالا، گفت من تسلیمم، من شما بگید، ما نمیخوایم که اینجا حزب درست کنیم، ما میخوایم کانون نویسندگان ایران رو درست میکنیم. بهازین چی میگفت؟ بهازین که عرض بهازین اول زیاد عرض کنم که از خودش فورس نشون نمیداد، ولی وقت یعنی اون شبی که این اتفاقات افتاد اصلا هنوز بهازین نیامده بود، چون ما جمع شده بودیم برای اینکه اون اعلامیه اول رو علیه اون عرض کنم که کنگره شاعران بدیم. که وقتی که اون کنگره از بین رفت، منتفی شد، تصمیم گرفتیم که حالا که دور هم جمع شدیم و این اعلامیه رو امضا کردیم، بیایم کانون نویسندگان درست بکنیم. آقای بهازین جزو کسانی بود که اون اعلامیه رو بعداً امضا کرده بود. در نتیجه در شبها و جلسات اولیه‌ای که ما داشتیم که این اعلامیه رو بنویسیم، چگونه پخشش بکنیم و غیره، ایشون اصلا حضور نداشت. اما وقتی که آمد دیگه این مسائل طی شده بود، یعنی ما پذیرفته بودیم که میخواهیم یه کانونی داشته باشیم بر بنیاد قانون مشروطیت، قانون اساسی مشروطیت، و از آزادی های مصرح در اون قانون عرض کنم که دفاع کنیم و با سانسور مخالفت بکنیم. و اتفاقا روزی که آقای بهازین آمد به منزل آل احمد و اعلام کردش که او هم هست، حرفش این بود که چون شما نوشته اید که ما خواهان آزادی بیان و مبارزه با سانسور هستیم، منم هستم، منم هستم. بله. اون موقع هنوز سرکله آقای براهنی پیدا نشده بود، نه؟
براهنی عرض کنم که چرا از روز اول ایشون حضور داشت و حال ایشون جزو نویسندگانه. ببینید در مورد شکل گیری کانون نویسندگان دو سه تا روایت گفته شده، هر روایتی هم قضیه داستان رو میخواد بر حول محور خودش بگردونه. یکی از روایت ها این است که ببینید قبل از اینکه اصلا این مسئله این کنگره شعر، نوشتن اون اعلامیه و بعد تصمیم به تشکیل کانون نویسندگان پیش بیاد، آقای یدالله رویایی و آقای احمد شاملو یه نشریه در آوردن به نام بارو که از بای نمیدونم شاملو بامداد بود دیگه، از بامداد. بای بامداد و روی رویایی شد بود بارو، قطع روزنامه بود، قطع هم کیهان. بله بله، خیلی قشنگ صفحه بندی میکردن، مرتضی ممیز صفحه بندیش میکرد و اینها، ولی اینا امتیاز نداشتن، هم تو سر خود اینو چاپ کرده بودن و بعد از دو سه شماره جلوشون رو گرفتن. اینا تصمیم گرفتن که برن به آقای هویدا شکایت بکنن و وقتی گرفتن از طریق آقای داوود رمزی که رئیس دفتر هویدا بود اون موقع و چند نفر بودن، آل احمد بود، رویایی بود، شاملو بود، عباس پهلوان بود، عرض کنم که این آقای براهنی بود و دو سه نفر دیگه هم بودن. الان شریعت بودش، نمیدونم شما یادتونه شریعت رو توی فردوسی قصه می نمیشه. به حال اینا میرن پیش هویدا که در اونجا یه تندی هم بین آل احمد و هویدا صورت میگیره، برای که میگه یا مثلا هویدا میگه که خب شما بیاین خودتونم همکاری کنید این مملکت رو بگردونیم، اونم میکوبه رو میز و میگه که نویسندگان بر حکومت هستن نه با حکومت، که این جمله طلاییه که الان این اسلامی ها خیلی این رو به کار میبرن که آل احمد چنین حرفی رو به اون زده. بعد 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 مملکتی نبوده میگم بعد مملکتی نبوده، نویسندش بیابته دفتر نخست وزیر مش میزده رو میز بلند میشده اعتراض کنان میرفته بیرون، هیچ خبری هم نمیشده. آل احمد که هیچ وقت نگرفتن نه؟ نخیر هیچ شخص نگرفت، اونم خودش یه داستانی داره برای که حالا من داستان تو داستان آخه میاد، چون یه چیزایی بوده که من شاهد بودم با. یه دفعه توی کافه فیروز ما نشسته بودیم، زور بود، عرض کنم که آل احمد من ماشین داشتم، آل احمدم یه ماشین اوپل داشت ولی اون روز نیورده بود، به من گفتش که آقا تو ماشین داری؟ گفتم بله. گفت میتونی منو برسونی تا خیابون کاخ؟ گفتم البته. اومد سوار ماشین من شد، رفتیم تا خیابون کاخ، اونجا دفتر مجله تلاش بود که داوود رمزی شده بود سردبیر مجله تلاش و این گفتش که این من دارم میرم توی این دفتر که یه سازمان امنیتی میاد با من میخواد صحبت بکنه و من قرار رو توی دفتر، یعنی از طریق داوود رمزی قرار رو تو این دفتر گذاشت. یه دقیقه وقت داریم فقط. خب بفرم. من بهش گفتم که میخواد که من منتظرتون بمونم؟ گفتش اگه لطف بکنی خیلی خوبه، منو برسونی خونه. بنابراین من رفتم تو دفتر، عرض کنم که داوود رمزی، ایشون هم با اون سازمان امنیتی رفتن تو نکی اتاق و از توی اون اتاق صدای داد و فریاد آل احمد میامد و بعدم با عصبانیت آمد بیرون و سوار ماشین من شد، رفتیم که بریم به طرف تجریش. نه بعد نبوده. ادامه میدیم گفتگوی جالب رو با دکتر نوریالا. دکتر خیلی تشکر میکنم. خدا حافظ شما. ممنون. شب.